موږ هم چالیرش موټر راوستي دی پوشي او شل غرو دا هم راوستي دی ولوم دی دا غلو غدون ټول ورکړی دی مجرم چې کله کغه مجاهد په وس وخت وي نه او په مخ کې وخت یو عسکر لید نو په هغه مجرم باندې خپل ولرزه راځي کنه رو بری ولسوالی پغمان ولایت کابل قوم سابق تفنگ بازی بود حال نیست مردم همه در حالت صلح و آرامی زندگی میکنن سو کوچه باندې ظلم زیات هم نسکاله او پنه حق کارم ور سر لرله این عشق که چه ها نمی کند تاق ظفر تاقی که یکی از شاهان افغانستان به خانمش تحفه جور کرد دقیق ما در روبری ولسوالی پغمان ولایت کابل قوم آمدیم تا به هموطنهای خود راجع به وضعیت امنیتی پغمان راجع به وضعیت اقتصادی و اجتماعی پغمان سوالاتی داشته باشیم فکر میکنم یکی از هموطنهای ما امیل از آمده ما من همراهش یک صحبت میداشته باشیم سلام علیکم جور لالا جان بخیر هستی صحت خوب است میشه خدا معرفی بکنی فیصله هستم از پغمان از دریای پروچی خواه بسیار خوب تاکسی بونی میکنی؟ والالا چطور است وضعیت کاربار؟ والا بچهش مزهش نیست مزهش نیست؟ نه تیل بسیار قیمت شده میگن؟ تیل هشتار رو پس تیل موترم هم زیاد تیل میخوره والا گو بخونم چی رکم موترت زیاد تیل میخوره چطور است وضعیت امنیتی ولسوالی پغمان؟ خوب است امنیت خوب است؟ امنیت خوب است خواه بسیار خوب است خواه لالا جان این قصه رو بکو که آل مردم به تفریح میان به طرف پغمان یا نه؟ وقت می آمدن خیال زیاد فوق نمه متعیل هستی یا مجرد؟ متعیل خب حتما اولاد دارم است؟ نه اولاد ندارم خب بیا خدا مهربان است چطور است؟ حالا میری به طرف کابل؟ به طرف شهر کابل؟ به طرف شهر کابل سواری میبری؟ آلا آلا جان خب تو نفرکی یا؟ سواری نیست؟ سواری از کجا شد؟ سواری هم مردم پیسه داره؟ مردم پیسه حتما خیلی پای پیاده میرن دیگه پای پیاده هم میرن گمش که کس شده کاستر میره کس شده یک رقم موترهای ما خوالا گیج کار کنه خیلی بیا خدا کریم است سلامت باش یک جان تشکر خدا حافظتان دوستای عزیز آرام آرام برفم گرفت در پغمان زیبا و ما میریم به طرف و ما هم میریم به طرف هموطنهای ما و همراهشان صحبت های راجع به ولسوالی پغمان میداشته باشیم یک السلام علیکم خوب هستین بخیر صحت شما خوب است سلامت زنده باشید میشه خدا معرفی بکنید اسم ما حبیب رحمان مجاهد از ولسوالی بسیار خوب مجاهد صاحب چطور است وضعیت کاروبار در ولسوالی پغمان وضعیت کار شما بهتر میدانین که فعلا کاروبار در هیچ جای نیست نه در پغمان است و نه در کابل است و نه در هیچ نقطه افغانستان نیست حال کار بود وضعیت امنیتی وضعیت امنیتی الحمدلله خوب است با آمدن امارت اسلامی وضعیت امارت اسلامی الحمدلله وضعیت امنیتی صاحب مشکلات های امنیتی دیگه زورواکی بیا انشالله ختم است بسیار جای شکر است خداوند امارت اسلامی را موفق داشته باشه سابق مردم اینجا می آمدن به اصطلاح نشه میکردن یگان کارای میکردن با آمدن امارت اسلامی بله گفاله. الحمدلله انشالله اگر چون من خودم در کابل زندگی میکنم این ولسوالی ما خانه و باغ ما ایجا است الحمدلله انشالله که مشکل حل است امارت اسلامی واقعا که اگر کوشش بکنن دگام یک چیز سهولت را با ملت و مردم خود بکنن و مردمی که در اینجا زندگی میکنن اینا را بپذیرن چون اگر ما خودم دکتر هستم تحصیل کردیم خودری وقت ما هم میتونیم به ملک خود به ملت خود خدمت کنیم و باید از تماما کارمندا اردوی سابق کارمندای سابق همه ملت افغانستان باید از در حکومت جای داشته باشه عفومی شده تشکر مجاهدین سابق هم که آمدن عفومی کردن نام عفومی کردن و فعلا کاروبار مردم نداره باید همپذیری کنند همپذیری بکنن انشالله ما از پشان راضی است در کل وضعیت امنیتی وضعیت اقتصادی و وضعیت اجتماعی ولسوالی پغمان از زیر شما شد وضعیت اقتصادی صاحب کلگی از ما شروع تا به همه مردم وضعیت اقتصادی کلگی خراب است اما وضعیت امنیتی الحمدلله سابق تفنگ بازی بود حال نیست مردم همه در حالت صلح و آرامی زندگی میکنن دیگه موضوع اقتصادی هست با وی با برجاست همه مردم مشکل اقتصادی دارن یک جان تشکر شما الحمدلله څنګه یو وروره شکر ته ښه دغه وای دلته څه کې دلته څه کار و نو می ګلاب جهتمال دلته پول سوالی کې مجاهد څنګه د پغمان ولسوالی امنیت او اقتصاد وزه یار ان شاء الله تر اوسه خو بیخي ښه ده الحمدلله بس تر تیر وخت نه ډیر ان شاء الله چې امنیت کې سوید او ډیر ښه ده ان شاء الله خبم سي
او اقتصادی خونو کاروبار خیر لک ضعیف ده خو خدای مهربان ان شاء الله دا مشکل مو مال سی مشکل است. څنګه تاسو مجرمین پیژنې دی او اسکار په صفات څه شی مجرم لري چې تاسو پیژنې هغه ولا دا ټول خلک یې نه مجرمین پیژنې او هغه ارست کوي بیا په دې ټول خلک ان شاء الله پیږي چې مجرم مجرمي مجرم چې کله کغه یو مجاهد په وس وخت ویني او په مخ کې وخت یو عسکر لید نو په هغه مجرم باندې خپل یو لړزه راځي کنه نو ان شاء الله دې لاره او مجاهدین خو ان شاء الله مسلکی دي ټول در شل کاله جنگیدلی خلک جامدل تکنه هر څوک خو بد سړی ډیر خپې زنی بل مجاهد سره وګه کیګو سلام علیکم وروره وعلیکم السلام لکه چې ناروغ مې ولا لك مريض عندي هو لك هوا سارة ده سنجا نا ده هوا غنص ده بس نور سلك ده أصلي زيكم زي ده ورود أصلي جاي من قرباغ ولسوالي قرباغ ولسوالي أصلي دلتا سكيري ده مجاهد ياسكاري دلتا مجاهد هو سنجا ده خلق وزيات سنجا بخير الحمد لله خي خواندور زارك هو خلق طول رازي ده هو طول رازي ده إن شاء الله مجاهدين هنا هو زګه په خلو خار سره راځي دا نو د عقیده خبره بیا بیل د پزړه کې څو مثلا ناراض یغه به د دې زړه خبرې نو خلک داسې ښکاری چې د امارات نه ډیر راځي دا امارات عمومي کې دا ستا پیغام خلکو ته څه ده ما پیغام خلکو ته دا ده چې دغه څوک چې مثلا ناراضه کېږي دا د خپل وجدان نه ناراضه دي په دې خاطر باندې اسلام خو اسلامي او چې هر سړی ناری وي اسلام اسلام خو باید ټول مخه وکړي د اسلام په طرف باندې مغه الله دې وپېژني د الله رسول دې وپېژني او قرآن دې وپېژني نور هېڅ مشکل نشته انشاءالله څوک په چا باندې ظلم او زیاتی هم نسي کولی او په ناحق کار هم نسي ورسره لرلی نو هر څه چې دي د حق طرفدار دي اوس انشاءالله خدای خپله کامیابي ورکوي سړي ته هېڅکله ناکام نه زمونږ کمره او زمونږ ما ایستاسو په چوپان الله مې عزت خاص د غاصبونو او زورواکانو ته څه پیغام لري نو دوی ته دا پیغام لري مکانه څه چا وکړه هغه وکړه خو نن ته پاتې ده اخر باندې خالی لاسونه پاتې بس سپیرو خاور ته ځین او څه ظلم څه په درد خوري نرای نرای مننه وروره سیوا نرای مننه ژوندې اوسې سلام علیکم مجاهد و علیکم السلام روزانه خیر جوړ څنګه الحمدلله نوم دې څه ده مجاهد نوم یې مهاجر ده دلته سکه دلته سکه دلته مو دغه پرمانو له سوالی کې وظیفه د امنی قومندانۍ کې اصلي ځای کوم ځای ده اصلي ځای لغمان شریف دلته مجاهدی د خلکو رضایت د مرد اسلامي نه څه شکل ده خلکو راضي ده کنه ده خلکو راضي دي ځکه چې موږ امنیت راوست د شپې موږ هم غزمی کوو د شپې له سوا ته بجو نه وځو تر یوې بجې پورې غزمی کوو خو اوس غلو غلو غدو ورک شوی دا غصبګر ټول غشنه موټر غلو ورک شوی ځکه چې اوس موږ هم چالي رش موټر راوست دي پوښ او شل غلو دا هم راوست دي ونیولم دي دا غلو غدو ټول ورک کړی دي الحمدلله تاسو پایم ټولو غلانو ته او ټولو غصبینو ته څه دی او مجاهد په صفت مونږ ورته دا صفت چې هغه تاسو غلا مکه کوي غلا وکړي بیا تاسو بیا لاس پرې کیږي دا کې بچ غلا بند شي نوره او غصبینو ته څه پیغام لري چې د خلکو زمینونه او ځمکې غصب کړي دا هغه ته څه پیغام لري هغه دا پیغام لرو چې چا ځمکې غصب کړي په خپل هغه بیرته ورته ورکړي کنه که بعد اسلامي قانون نه خبر هغه شي بیا خرافایي بیرته سلامت اوسئ مننه یا ونرې مننه خیر اوسه وعلیکم السلام جور بخیر خوب اسی نامت چی نامم قاسم قاسم جان چی میکنی دیجا ایجا دا پغمان ها کراچوانی میکنی ها کراچوانی چطور از کار بارت وزید کار بار مزش نیست مزش نیست نه ولی قبلا چی میکنی ها قبلا برو بچا خیر از خیر از این طرف طرف موسایی کو پیش چی میکنی پیش از امیام همت کار میکنیم کراچوانی میکنیم او از پغمان است زندار است یا بیزن؟ نه مجرد است بیزن حالا چی کنه امارت برد؟ کار بار جور کنه زن میگیری؟ او کار بار جور شوه مکتب خوندی؟ خوندیم مکتب خوندیم مکتب خوندیم خواه در فامیل چند نفر استی؟ ما چون ده نفر باشم ده نفر؟ خواه ای تو سعی یادت نمیمونه او سعی یادم نمیمونه تاثیرات روحی و روانی جنگ در هر حصه کابل و در هر حصه افغانستان دیده میشه. برادر ما شاید از نایه دماغ رنگ بود و درست فکرش کار نمیکنه. بازم یک جان تشکر. ممنون. سلامت زنده باشین. بخیر باشین. یک کاکای دیگه ما در کنار ما هستن. همراهشون صحبت میکنیم. سلام علیکم حاجی. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر یک ذره سوتر بریم که خدای نخواسته موتر او گارو نکنه. نامتون چی حاجی صاحب؟ نام حاجی شاموت است. حاجی صاحب شاموت از پغمان هستی؟ بله از پغمان هستم. چی کارو بار میکنی نوجی سر؟ بیکار هستم بله بیکار هستم. قبلا چی کار میکنی؟ قبلا تاویلدار بودم و تقاعد کردیم خواه تاویلدار در کجا؟ در میلیسه پغمان خواه در میلیسه پغمان
چطور است مردم در ولسوالی پغمان مکتب میرن؟ وضعیت تحصیلی، نگه پا، وضعیت کار؟ وضعیت خوب است، وضعیت بسیار امنیتشون خوب است، چون خوب است میره مگم طبقه اوناست نه، طبقه اوناست تا سن پشت شا هفته میره دیگه نه مگم ما اینه میره خواهش میکنیم که مردم کلیگه بمیره درس و تعلیم ضرورت داره و اگر چی طبقه اوناست باشه، چی ذکور باشه ما با این میز بدبختی ما که از نافامی ماست بدبختی ما که از اگر ما فامیده باشیم اگر اولاد ما فامیده باشه اما کل جامعه آرام می باشه اگر نه که نباشه اما جامعه که دیش آزاب است سلامت باشین حاجی صاحب بودن که خواستان از امارت اسلامی به خاطر تحصیلات بانوان است انشاءالله ما پیامتان رو میرسیم یک جان تشکر ممنون دوست عزیز ما را همراهی بکنین در ولسوالی پغمان و ولایت کابل قرار داریم لایک و سابسکرایب چینل ما را فراموش نکنین مزید دارم دزی گپا گم شده پرسال مردم در ولسوالی هست مردم خوش هست همیال همراه مجاهدین امارت اسلامی ما صحبت کردیم گفتن 20 تن از دوزا و 20 دانه موتر گرفتن این پیام شما به امارت اسلامی چی است با توجه به میکارش؟ پیام ما اینه میست که به امارت اسلامی که همه فعالیت داره مردم هم کدیش همکار است و خدا هم کمک کنه کدیش هم که دزا گم شد که سابق در هر کوچه یک قماندان یک پاچا و یک جنبور بود حال بدر اون مگفا گم شده امشالا که فامید امیت است مردم خوش است از مردم سلامت باشید تشکر سلام علیکم میدن خوب هستید بخیر میشه خود معرفی بکنید احمد ولی هستم از قلعه فراچی خب احمد ولی جان چطور است وضعیت پرمان میده شکر است از خداوند راضی هستیم خوب است فضل خدا چطور وضعیت کاروبار میگذره خدا مهربان است دیگه مگم خوب شو از این طرف سابق چی کار میکنی سابق من دریور بودم خدا کجا دنی تاکسی داشتم داشا تاکسی اول چی داره حال فعلا بیکار هستم چون تل قیمت است مشکلات زیاد است تل بسیار قیمت بله وضعیت کاروبار هم زیر است ضعیف است ضعیف است خدا مهربان است دیگه اما امنیت خوب است ها از امنیت راضی هستم تشکر در خانه در فامیل چند نفر هستید؟ ما 8 نفر هستیم بله هر 8 نفر کار میکنه یا خودم کارگر هستم اونا در زیر سند هستم خدا خدا پیامتون به دوستای ما چی هست که همین مورد خدمت بکنم پیام ما هیچ برام چیز ندارم خود تشکری میکنم از شما بسار جاد که میمان ما شوید خوش بشید بله در ولسوالی پغمان قرار داریم دوستای ما شوکی هستن از بیکاری و از نبود کار و از نبود اقتصاد رنج میبرن سلام علیکم سلام علیکم خوب هستی؟ بخیر چی سودا میکنی؟ یار شلغم کچولم چیزا را دارم یار از کجا آوردی؟ یار از مارکت از مارکت؟ بله اینجا باز میری سوداش میکنی ارزانتر از دکان آتر چطور است واسه کاروبار؟ والا خوب نیست برم یالا این گرگت گشتیم تا نمیشه یه خلطرم سودا نکنم یه خلطرم تو باز سودا یا خدا بزرگ مصرف مصرف چیز بالاست از کل چیز بالاست خواست خودت از امارت اسلامی چیست؟ خواست ما این نیست که کار بار زیاد بسازه کار بار بخی گم است زیاد بچه ها بیکار است مردم کار بار که می اندازه اونم کارش نمیشه یک چهار روزه که میگرده پد دلستی ها میشه ما استاد کنم پس که استاد میکنه بیکار قرار خواب کنه چی کنم چی بخوره مردم تشکر دوست ما بودن که پیاز و شلغم و کچالو و زردک آوردن به فروش اینجا یک تفلک اومشته سلام علیکم سلام خوب هستی بخیر صد خوب میشه که یک تپخش کنی یک ذره گپ بزنیم ما خودت خوب هستی شکر فرض ما که چیز همت الله همت الله جان نام خدا خوب با همت بچام است غریبی میکنه کار میکنه زحمت میکشه و دستش به کس دراز نیست چطور ها علی چند از شلغم چند از کچالو زردک یا 70 روپ شلغم است، 70 روپ زردک است، 60 روپ کچلو، 50 روپ پیاز. چند میمونه باز دیا بره؟ در هر پاکتش؟ در هر پاکتش ده ده روپ پنج پنج روپ میمونه در بره. موفق باشی بچید، بخیر باشی. خیر باشی. تشکر. دوست ما بودن که جوان بسیار نام خدا با ایمت و جوان خوش سیما. تشکر. پغمان زیبا. ولسوالی پغمان قریه زرشاخ در حال حاضر ما در سرحد بین دو ولسوالی ولایت کابل است یک چیز را دوستای عزیز شما متوجه باشید که این تصویر متوجه شده باشید بسیار زیاد روشن یا خرابی ها با آورده اینجا متوجه میشین که حتی به طرف دشت های کابل هم این آب و هوا سرایت کرده و آب و هوا بسیار خراب شده بر ترتیبش مناظر بسیار زیبا و دیدنی در حال حاضر هم میتونم داشته باشه و شما میتونید ببینید شما تماشا بکنید سرحد بین دو ولسوالی ولایت کابل یعنی ولسوالی پغمان و ولسوالی شکردره ولایت کابل
بسیار مناظر زیبا و دیدنی داره و آرام آرام سفر ما هم به پایان رسیده. اسمی که شما میبینین ولسوالی پخمان دالت ختم شدن است و ما میریم به طرف ولسوالی شکردره به طرف چشمی دو. اما دوستای عزیز سفر ما اینجا به پایان میرسه. شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. خداوند حافظ و نگهدار شما باشه. لایک و سابسکرایب ما را فراموش نکنید.